نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 16 محرم سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی با اشاره به روایاتی که در باب استجابت دعا تحت قبه حضرت سید و شهدا وارد شده، با توجه به آنکه در زمان آن حضرت و حتی مدتها پس از آن قبه‌ای وجود نداشت فرمودند، در زمان صدور این روایات برخی از اوقات فقط یک قبر برای امام حسین علیه السلام وجود داشته و در برخی از زمانها هم حتی قبر نیز وجود نداشته است، به دلیل آنکه توسط دشمنان اهل بیت تخریب شده بود و حتی علامت و سنگی هم برای آن وجود نداشته است. معظم الله در ادامه فرمودند تعبیر قبه در روایت از باب بلاغت در کلام مورد استفاده قرار گرفته، همان گونه که گاه به فردی گفته می شود که ما زیر سایه شما هستیم، که منظور به معنای تحت توجه بودن است. ایشان همچنین تأکید فرمودند استجابت دعا فقط مربوط به قبه و حرم نمی باشد، بلکه مربوط به کل کربلا می باشد، چرا که در زمان صدور این روایات قبه‌ای وجود نداشته و منظور از روایات مذکور استجابت دعا در کربلا و اطراف مرقد مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام می باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه، اون وقتی همینجور که گفتید روایات صادر شده قبه ای نبوده، وقت مقصود از قبه یعنی در اطراف قبر مطهر حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. چی؟ نه، اگر تو غرب یه جای عزاداری میکنی قبه امام حسین بهش نمیگن. قبه اون قدری که هست، من عرض کردم کل شهر کربلا اسمش تحت قبته حساب میشه، حالا چه تو حرم باشه، چه تو صحن باشه، چه تو هتل باشه، اینا همش تحت قبته. اما نه دیگه یه شهرهای دیگه و عزاداری. خود خریداری ده نه، یه روایت خاص داره خمسه فراسخ، روایت خاص داره خمسه فراسخ. استجابت تحت کلمه تحت قبته تا اونجایی که شهر کربلاست. آها، اما اگه شهر نبود مثل قدیما که شهر چند تا خونه بیشتر نبوده. من یادمه وقتی که و اوائلی که کربلا مشرف بودیم از طرف خیمگاه، آخر شهر کربلا خیمگاه بود، بعد خیمگاه دیگه باغات بود، شهر نبود. تحت قبته ظاهران قدر شهر رو میگیره، اما اگه صحراهان معلوم نیست. بله در آره هر قدر بله فقط نسبت به تربت، یعنی تحت قبته رو عرض کردم، اما نسبت به تربت طاهره حضرت سید الشهدا یکی از روایات داره خمسه تا فراسخ. همون اطراف، بله. ببینید با قول مرحوم شیخ توی رسائل صاحب کفایه دیگران تو اصول، ظواهر حجته، وقت گاهی ظهور معنای دقیق حقیقیه، گاهی ظهور معنای عرفیه. مثل که به مرد شجاع میگن اسد، شیر. خب این شیر که نیست، چهار دست و پا که نیست، اما این معنای عرفی، یعنی ظهور در این جهت داره. وقت باید دید تحت قبته چقدر ظهور داره، تربت چقدره، تربتی که شفاعه، چون بعضی روایات عرض کردم داره هم سیره عقلا برای ما کافیه،